برای یه گفتگوی بیشتر در مورد همراه میشیم با حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای هاشمیان، به دنبال ادامه حملات به مواضع آمریکا در خاورمیانه، ایالات متحده دو گروه شبه نظامی کتایب حزب الله و کتایب سید الشهدا رو تحریم کرده. چی بیشتر میدونیم در مورد این دو گروه شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هم هستند؟ این دو گروه بیش از گروه‌های دیگه عراقی در طی هفته‌های گذشته فعال بودن و اینا بیشترین وابستگی رو به جمهوری اسلامی دارن و در ماه‌های اخیر هم دیدیم که در تهران بودن و دستورات جدیدی گرفتن و من معتقدم که اینها به مثابه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند که هر جا جمهوری اسلامی بخواد سریعاً عمل میکنن، در حالی که گروه‌های دیگه ممکنه در چارچوب هشت شعبی یا نیروهای نیابتی قرار بگیرن، اما فاصله‌ای با جمهوری اسلامی رو حفظ کردن، ولی این گروه‌ها بدون هیچ فاصله تمام دستورات جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه قدس رو کاملا اجرا میکنن و به دنبال اون هستن. خب آقای هاشمی، من فکر میکنی که ادامه یا اعمال چنین تحریم هایی میتونه جلوگیری کنه از ادامه حملات به مواضع و پایگاه های آمریکا در منطقه سوی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی؟ ببینید، این تحریم که جدیدم صورت گرفته مشخصه جدیدی داره و اون این که این افراد و یا سازمان ها را در چارچوب تروریسم بین المللی قرار میده، یعنی قانون مربوط به تروریسم بین المللی که در سال 2001 بعد از حملات 11 سپتامبر، حدود 12 روز بعد از حمله 11 سپتامبر به تصویب رسید و در واقع طبق کاری که و اجراءاتی که دفتر کنترل دارایی در وزارت خزانه داری هماهنگ با وزارت خارجه انجام میده، اینها را در همردیف القاعده، داعش و جهاد اسلامی قرار داد. یعنی الان با این کار گروه های وابسته به جمهوری اسلامی طبق آخرین اقدامی که ایالات متحده انجام میده الان در ردیف القاعده و داعش قرار گرفتن، ضمن اینکه در سال 2019 در دوره آقای ترامپ این قانون تعدیلاتی رو پذیرفت و یه مقدار دست ایالات متحده رو بیشتر باز کرد به این شکل که ایالات متحده میتونه افراد یا گروه‌های رو تحت این قانون قرار بده، حتی اگر نتونه ثابت کنه که اینها با عملیات تروریستی ارتباط دارن، و دوم مؤسساتی مثل بانک‌ها که با این گروه‌ها کار میکنن یا کوچکترین تعاملی دارن رو میتونه در مزان تحریم خودش و کارهای خودش قرار بده. به نظر من این کار با توجه به این قانون و با توجه به کاری که و سابقه‌ای که این قانون داره، جمهوری اسلامی رو با یه هشدار جدید و خیلی قوی مواجه میکنه، بخصوص در مورد پولهایی که در قطر دارن یا پولهایی که در عراق دارن. بسیار متشکرم از شما حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب که با ما همراه بودید.